سال 1597، دومین جنگ کره و ژاپن. پس از گذشت 6 سال از اولین جنگ کره و ژاپن، یی سونشین به اتهام جاسوسی از مقام خود برکنار شد. سپس به پایتخت فرستاده شد و مورد شکنجه قرار گرفت. برای اولین بار پس از سال 1592، ژاپن تاخت و تاز خود را از ایالت جولا، شهر جوسان، آغاز کرد. در جولای سال 1597، نیروی دریایی کره به رهبری ون کیون توسط نیروی دریایی ژاپن شکست خورد. 16 آگوست قلعه نامون و 25 آگوست قلعه جئونجو تصرف شد. و اکنون ارتش ژاپن بنا به نقشه قبلی با وحشیگری تمام در پی تصرف پایتخت است. در نهایت یی سونشین بدون هیچ گونه عنوان نظامی آزاد شد، ولی نهایت تلاشش را برای استخدام سرباز و تهیه اسلحه به کار بست و برای جنگ آماده شد. فرماندهی 12 کشتی باقی مانده از نبرد چیلچون را بر عهده گرفت. یی سونشین نیروی دریایی خود را در جیندو، اسکله بیونگپا، در قسمت غربی دریای جنوب ساکن کرد. در اسکله اوران که تنها 100 مایل با آنها فاصله داشت، بیش از 300 ناو جنگی ژاپن حضور داشت. دریا سالار، امواج خروشان. ایالت جیندو، اسکله بیونگپا، 12 روز پس از فرماندهی مجدد. خیلی خوب، کی قراره به ارتش اصلی ملحق بشیم؟ منظورت چیه؟ فقط دارم دستور رو میگم، دستور اعلی حضرت. اعلی حضرت دستور فرمودن که به کمک نیروهای مرزی بریم. واسه همین دارم میپرسم که کی قراره بهشون ملحق بشیم. پس شما اینجوری متوجه شدین؟ چی؟ ببینید دریا سالار، در حال حاضر دشمن بیش از 200 ناوگان در اختیار داره. در جریان هستین که شماره زیادی از سربازای ما فرار کردن. افسر کیموکچو، طی 10 روز گذشته بیش از 50 سرباز ما متواری شدن. امروز میخوام یه چیزی از شما بپرسم. ما نمیدونیم کی ممکنه دشمن به پشت درهای اینجا برسه. ممکنه همین امشب باشه. واسه همین کنجکاوم بدونم، قصد دارین چطوری و با چه استراتژی در مقابل همچین دشمنی بجنگید؟ بیایید نظر افسران جوونمونو بشنویم. شانسی برای پیروزی داریم؟ داریم؟ از صحبت در مقابل فرماندهتون نترسید. دریا سالار، لطفاً صادقانه به همون بگید، جدای از اون چند تا کشتی قرازه هیچ نقشه دیگه ای داریم؟ حواست باشه که داری با کی حرف میزنی؟ به چه جرعتی؟ من افسر موافقتم، دهن تو ببند و فقط گوش کن. موافق هستی که باش، باید از خودت شرمنده باشی که تو جنگ چیلچون برای نجات زندگیت فرار کردی. گوش کن بچه جون، به لطف این که واسه نجات زندگیم فرار کردم، تونستم اون 12 تا کشتی رو نجات بدم. اگه چیزی نمیتونی، بهتر دهنتو ببندی. دریا سالار، خودتون خوب میدونی چه نبرد نابرابری بود. با چشمای خودم تو نبرد چیلچون دیدم که چقدر وحشی و شیطان صفت شدن. 100,000 تن از افرادمون کشته شدن. قصد داری کل نیروی دریایی جوسان رو نابود کنید؟ برای امشب کافیه، همگی میتونید بریم. دریا سالار، نشنیدی ایشون چی گفتن؟ همگی بیاین بریم بیرون، باید کشتی‌ها تعمیر و به اوضاع سربازا رسیدگی بشه. همین الان.
باید پادشاه کره رو دستگیر کنیم و این جنگ رو تموم کنیم. نمیتونیم بذاریم دوباره مثل 6 سال پیش از دستمون فرار کنه و قصر در بره. باید در زمان حمله سریع تر از طوفان عمل کنیم. باید سریع باشیم. همینطور جناب جنرال. نباید بذاریم جنرال کنشین زودتر از ما به پادشاهی برسه. نمیدونم به چه دلیل عالی جناب تویوتومی هیدوشی افسر جدیدی اعزام کرده و دستور فرمودن که دست نگه دارم و متوقف بشیم. اونها افراد واکیزاکا نیستن؟ بله، مثل این که بعد از مشخص شدن جاسوسی افراد گروهشون دارن برمیگردن. میشه بگین این چندمین باره؟ اگه حمله غافلگیرانه دیشب رو هم به حساب بیاریم فکر میکنم سومین بار باشه، ولی نمیدونم افسر جدیدی که باید منتظرش بمونیم چه کسیه. یکی که وجودش در این جنگ برگ برندگی ماست. ظاهراً شخصی بهتر از اون برای غلبه بر یی سون شین وجود نداره. میخواد با اون شمشیر چی کار کنه؟ آروم باش. چمار گفتم جمهورا همه بونه قتل هم میکنن. پدر نتکن نخور. پدر آروم باش. قسم خوردم که تو رو با دستای خودم بکشم. معذرت میخوام که در مقابل زندانی شما از تکتیر اندازم استفاده کردم، ولی دیدن این صحنه برام سخت بود. ببینم، شما افسر جدیدی هستید که صدر اعظم فرستادند؟ نیروی دریایی این وز منطقه ایهیم هستن. کدوم نیروی دریایی؟ همه میدونن که اونا یه مشت دزد دریایی هم. بیایی بریم. بله قربان. زود باشید، حرکت کنید.
جیدو اسکله بیونگ پا. اعزام غریب الوقوع. رفتار ژاپنیا مشکوکه. تعداد کشتیاشون به بیش از 200 رسیده. دارن کشتیاشون رو با لوازم و اسبای سرقتی پر میکنن. اگه کسی به خودش جرأت مقابله بده میکشنش و دماغشو میبرن. از بچه هم به عنوان هدف تمرینی استفاده میکنن. هر منطقه یو که تسخیر میکنن با مردمش اینطوری برخورد میکنن. درسته که 250,000 سرباز ژاپنی دارن از منطقه جونجو به اینجا میان؟ بله، به نظر درست میاد. همینطور شنیدم که گفتن نیروی دریایی کره بیکفایته و به زودی مثل طوفان به پایتخت میتازن دریا سالار. اگه اجازه بدیم از اینجا عبور کنن، اون موقع مطمئنن پایتخت در آتش خواهد سوخت. اینو به جونس ها برسون و حتما جوابشو برام برگردون. بله دریا سالار. قسمت اصلی تموم شد. عزیز دلم، یه تلسمه؟ اولین بارم نیست که به ماموریت میرم. نیازی به نگرانی نیست. برو. مراقب خودت باش. استقرار ارتش چوسان، کمپ ژنرال کوانیول. ببینم دوباره از اجرای دستورات سرپیچی کرده؟ ایشون معتقدن که درست‌ترین کار رو انجام میدن. اگه دوباره از دستور اعلی حضرت سرپیچی کنه دیگه بخششی در کار نیست. قلعه نامون و قلعه جونجو سقوط کردند. ارتش ژاپن در حال پیشروی از سمت جنوبه. از اون بدتر نیروی دریاییشون سعی دارن از سمت دریای جنوب به پایتخت حمله کنن. اگه این اتفاق بیفته چیکار باید کنیم؟ آخه با 12 تا کشتی چه غلطی میخواد بکنه؟ پس شما برای همین خواستید این نیروی ناقابل به شما ملحق بشه؟ به چه جرأتی اینطور حرف میزنی؟ مگه نمیدونید دریا سالار وضعیت جسمانی مناسبی نداره؟ کی این بلا رو سرش آورده؟ به من بگید. ای مرتی که تو اصلا میدونی که داری در مقابل کی صحبت میکنی؟ اون کاتو کیومسای شیطان صفت چیزی نمونده به اینجا برسه توی همچین موقعیتی؟ کوچکترین کمکی هم حیاتی محسوب میشه، فهمیدی؟ جلوشو بگیری! علم کنید! جنرال لطفاً برای کمک بهمون سلاح و افراد بفرستیم. در حال حاضر نیروی دریایی کره به حمایت شما نیاز داره. تنها کاری که باید بکنید پیروی از دستورات اعلی حضرت. شما واقعاً میخواید درخواست دریا سالاری رو نادیده بگیرید؟ چه گستاخ، چطور جرأت میکنی؟ همین حالا دستگیرش کنید و از جلوی چشمم دورش کنید لعنتی رو. جنرال خواهش میکنم، ازتون خواهش میکنم. جنرال دریا سالار از من خواستن بهتون بگم که اگه راه دریا رو باز بذارید در واقع دروازه های جوسان رو به روشون باز کردین. خواهش میکنم این کار رو نکنید. جنرال من نصف روز معطل بودم. شما همیشه با مهمون اینطوری رفتار میکنی؟ ها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 
انقدر درگیر جلسه استراتژیکمون شده بودیم که فراموش کردیم به مهمان گرانقدرمون رسیدگی کنیم. لطفاً کوتاهی ما رو ببخشید. بگذاریم. میشه از پادشاه دزدان دریایی بشنویم که چه برنامه‌ای واسه دستگیری پادشاه دارن؟ میشه بفرمایید عالی جناب؟ در راه اینجا که بودم یه نگاهی به راه دریایی جوسان انداختم. اگه در زمان جزر اومد صبحگاهی به سمت جیندو بریم، میتونیم تا شب ارتشمون رو بازسازی بکنیم و به سمت پایتخت پیش بریم. فقط در عرض یک روز و نیم میتونیم پایتختشون رو تصرف بکنیم. به نظر که خوب میرسه، ولی یسونشین دشمن دست و پا بسته ای نیست. باید از تنگه جیندو عبور کنیم و پایتختشون رو تصرف کنیم. خلاصه بگم، من پیشنهاد میکنم که به نیروی زمینی ملحق بشیم و با کمک همدیگه یسونشین رو نابود کنیم. ببینم، فکر میکنی هیدیوشی برای چی منو فرستاده؟ واکیزاکا، تو الان چی گفتی؟ به چه جرأتی صدر اعظم رو با اسم خطاب کردی؟ با همین دستا یسونشین رو نابود خواهم کرد. نکنه میخواین بذارین کنشین پایتخت را تصرف بکنه؟ به خاطر رفتارمون عذر میخوام. میشه ما را عفو کنید؟ لطفاً بفرمایید بنشینید جناب آقای کوروشیما. قسم به شمشیرم که دنیا از من در هراس خواهد بود. با یک حرکت دنیا را با خون رنگین می کنم. مادر، پدر، منم. خیلی خوبه که پیش من هستی. درسته پدر. بگو پسرم. الان فرصت خیلی مناسبیه. برای چی بازنشست نمیشید؟ به خاطر این جنگ نتونستیم مادر بزرگو به خونه ببریم. شما به اون قول داده بودین. افرادتونو به جنرال کوانگیول بسپارید و به پادشاه پیغام بدین که به دلیل بیماری قادر به انجام وظیفه نیستید. ظاهراً از اعلی حضرت عصبانی هستی، آره؟ اون سعی کرد که شما رو بکشه. شما از این مسئله ناراحت نیستید؟ پدر، فقط 12 کشتی برامون مونده. تو همچین شرایطی اصلا میتونیم اسم خودمون نیروی دریایی بذاریم؟ حتی اگه به طرز معجزه آسایی بتونیم برنده بشیم، پادشاه مطمئنن دوباره شما رو کنار میذاره. برای چی میخواین به جنگین پدر؟ برای وفاداری می جنگم. وفاداری به کی؟ به اون پادشاه بی شرم؟ یه ضرب المثل هست که میگه جنگجو باید از پادشاهش پیروی کنه. و پادشاه
باید از مردمش پیروی کنه. یعنی به خاطر پادشاه نیست؟ بدون مردم کشوری باقی نمیمونه. بدون مردم پادشاهی هم در کار نیست. چیزی که مردم میخوان فقط زنده موندنه. چیز دیگه ای نمیشه ازشون انتظار داشت. قضا تو تموم کن. برامون گرون تموم شده. عقب وایسا، عقب وایسا، عقب وایسا، عقب وایسا، برو عقب، برو عقب، عقب وایسا، عقب وایسا. درگاه سالار، شما هم به همین سرنوشت دوچار میشه. این سر کاپیتان بایون سوک نیست؟ باورم نمیشه. از اینجا برید بیرون. زود باشید اینجا رو تخلیه کنید. زودتر اینجا رو خالی کنید. از اینجا بیرونشون کنید. بلند شو، برو بیرون. از اینجا برید. زود داشت. حرکت کنید. کوروشیما میچیوکی 25 ساله. تو کسی هستی که سر زندانی ها رو واسهشون فرستادی؟ باید به هم جواب بدی. گوشا و بینیاشونم فرستادم برات. بگو ببینم. مثل این که هوس مردن کردی. با عصبانی کردن دشمن تو میخوای به چی برسی؟ اگه حریف ارزشمندی باشن چرا که نه، ولی به نظرت آیا ارزشش رو دارن؟ بهت که گفتم یه سونشین حریف ضعیفی نیست. فرض میکنیم حرف شما درست باشه، چند نفر از افراد تو دلشون یه سونشین رو تحسین میکنن؟ خب فکر کنم مقصر تو باشی که تو نبرد هانسام شکست خوردی. جربازتم از دست دادی؟ تو چی گفتی؟ ای آشغال! دیگه ازت میپرسم، فکر کردی صدر اعظم برای چی منو فرستاده؟ چون من با شما موشای ترسو که از اسم یوسونشین به لرزه میافتین فرق دارم. منقدر با عجل شمشیرتون نکش، در غیر این صورت خیلی زود سرتو از دست میدی. از وقتی که برادرم میچیوکی به خدمت صدر اعظم در اومد و به جنگ ملحق شد، بهای این کارشو با جونش داد. این کارو برای محافظت از من در برابر خشم صدر اعظم انجام داد و داوطلبانه به جای من به جنگ پیوست، ولی به دست یوسونشین کشته شد. به هر حال صدر اعظم الان دیگه سنی ازش گذشته، خیلی بخواد عمر کنه یک سال بیشتر نیست، برای همین اینقدر مشتاق به پایان رسیدن جنگه. جوسان که صدر اعظم اینقدر در حسرت گرفتنشه به زودی مال من میشه. به همین دلیل یوسونشین باید بمیره. فهمیدی هارو؟
این تنها راهیه که میتونم انتقام برادرمو بگیرم. چه خبر شده؟ اون سنگو نیست؟ حتما فرار کرده. آره خودشه، خودشه. دریا سالار داره میاد. فرار کرده بود و ما اونو سریع دستگیرش کردیم. تمام همرزمایی که سالیان سال در کنارم جنگیده بودن کشته شدن. امروز سراشون رو دفن کردم و خیلی وحشتناک بود. واقعا میترسم، احساس میکنم دیگه نوبت منم شده. یعنی قرار هممون مثل اونا کشته بشیم قربان. حرفات تموم شد سرباز؟ قوانین نظامی تمام و کمال اجرا میشه. منظورم رو کامل فهمیدین؟ اینجور که معلومه دخل هممون اومده، مثل اینکه قرار نیست نظرش عوض شه. بله خواه، من یه راهی پیدا میکنم. این تنگه باریک و کم عمقه، برای همین جریان آب اینجا شدیده. برای همین هم اسم تنگه برک های گریان رو روش گذاشتن. همینجاست؟ ولی دریا سالار، اگه دشمنمون این منطقه رو انتخاب کرده، حتما شرایط اینجا به نفعشونه. به این جریان خروشان نگاه کنید، از پسش بر نمی آین. اونا به سرعت میتونن کشتیامونو محاصره کنن. به نظر هوشمندانه نمیاد قربان، لطفاً تجدید نظر کنید. برای همینه که به کشتی لاکی نیاز داریم. اگه کشتی لاکی بتونه صف جلویی ناوگان ژاپنیا رو نابود کنه، بقیه کشتیامون هم بتونن بهشون شلیک کنن. نصف روز طول میکشه تا جریان آب تغییر کنه. کشتی لاکی میتونه تا اون موقع مقاومت کنه. وقتی جزر اومد اتفاق بیفته، جهت جریان آب هم تغییر میکنه و از شدتش کاسته میشه. ولی این صدا یه جورای عجیب و غریب به نظر میرسه. این روزا مثل این میمونه که یه مرد بزرگ در حال گریه کردنه. مشکل اصلی گردابه. معمولا وقتی اومد اتفاق میفته همچین صدایی نمیده، ولی وقتی که قراره یه مد عظیم اتفاق بیفته، مطمئنا بعدش گرداب بزرگ در راهه.
جزر و مد بزرگ حدود دو روز دیگه اتفاق میافته. صدا رو میشنوی؟ به گوش من درست مثل صدای گریه سربازهای مرده است. تنها نقشه شما همون کشتی لاکی پدر. مسئله فقط نقشه نیست، مشکل اینه که ترس داره بین افرادمون رخ نمی کنه و این باعث نابودیمون میشه. راهی برای غلبه به این ترس وجود نداره؟ اگه نتونیم بهش غلبه کنیم چی میشه؟ یعنی تهدید به مجازات تنها راه برای غلبه به ترسشونه؟ این کار نتیجه ایم میده؟ پس پدر شما چه فرقی؟ میتونم از ترسشون استفاده کنم. پس استفاده از ترس؟ دریاسالار، لطفاً انتقام ما رو بگیر. انتقام ما؟ شما زنده این؟ خوشحالم که اینجا اومدین کاپتان چوی، کاپتان لی. لطفاً انتقام ما رو بگیر دریاسالار، لطفاً انتقام ما رو بگی. بیاید این نوشیدنی رو از من قبول کنید. یه نوشیدنی بخورید و یکم اینجا بمونید. دارید کجا میرید؟ کجا دارید میرید؟ کاپتان لیلی، کاپتان چوی، هونگ سوک، لطفا نرین. با این عجله کجا دارین میرین؟ وایسین. پدر، از افراد باعث شدن
نشون بده، ولی من یه راهی واسه خودمون پیدا کردم. زندگیتون رو حروم نکنید، زندگیتون رو تباه نکنید، ارزششو نداره. میفهمید چی میگم؟ ارزششو. دریا سالار لطفا امکان نداره، خطرناکه قربان. سلام کنید، سلام کنید، سلام کنید. قربان نرید، قربان نرید، خطرناکه. نرید قربان، قربان نه، 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 کشتی لاکی نه. پدر آروم باش، خودتو کنترل کن. پدر آروم باش، دیگه همه چی تموم شده. تقریبا موفق شده بودیم، میتونستیم با این کشتی شکستش کن بدیم. نه نه، سرورم، سرورم. کشتی لاکی یسونشین سوخت و خاکستر شد. چی؟ وقتی شعله های آتش از اردوگاهشون دیدیم، جاسوسامون رو فرستادیم که ببینیم چه خبره. خبر آوردن که کشتی لاکیشون سوخته و از بین رفته. اون کشتی آخریش بود، درست نمیگم؟ باید بگم در واقع یسونشین دیگه هیچ کشتی لاکی نداره. هیچ مانعی نمیتونه سر راهمون قرار بگیره. میشه قدرت رو درون این خطوط حس کرد. این جمله باید شعار و سرلوحه کارمون باشه. پیداش کنید زود. حرکت کن، راه برو، زود باش. باید
منو نکشید. من به دردتون میخورم. من میتونم خیلی خوب پارو بزنم. ببین اینجوری میتونم کمکتون بکنم. ببین ببین میتونم داره چرت و پرت بزنم. خاک بردارم. خاک بردارم. چی بود؟ سوبونگ؟ ایگه پس یه فسکو؟ لطفاً منو نکشید. آروم باش. پیغام از جون سر رسیده. ژاپنی ها برنامه دارن فردا صبح حمله کنن. در حدود 330 کشتی جنگی در اختیار دارن. بدبختانه افسر جدیدی که اومده و از من خواسته بود اینکه شناساییش کنم کسیه که من نمیشناسمش. تنها چیزی که میدونم اینه که اسمش کوروشیما میچیو فوسایه و از ایهیم منطقه‌ای که خیلی به اینجا شبیه اومده. خبر خوب اینه که گردان دوم رو واچیزاکا یاسیهیرو رهبری میکنه. امیدوارم این اطلاعات به کارمون بیاد. به محض اینکه بتونم برگردم بهتون ملحق میشم. باید از هاینام بریم. چی؟ نمیتونیم اینجا به جنگیم. اونا از پشت به سمت ما میان. ما باید هاینام رو ترک کنیم پسرم. از طرف جنرال کونیشی اومده. کونیشی برای چی انقدر عجله داره؟ من مطمئنم که ما میتونیم شاهشونو دستگیر کنیم. ما آماده حرکت هستیم. امشب جوسان خیلی زیبا به نظر میاد. من از جوسان واقعا خوشم میاد. سرورم، گزارش بده. آماده ی حرکت هستیم. زندانی های جوسانی رو در عرشه پایین به خدمت گرفتیم و باروت زیادی هم برای جنگ آماده کردیم.
ایسون شین از این جنگ جون سالم به در نمیبره. دیگه حتی کشتی لاکی هم نداریم. سفارای تک خطی چرا وشیه؟ نکنه اون دیوونه شده؟ منم موافقم. این صدا رو نمیشنوین؟ حتما هممون خواهیم مرد. نباید دست رو دست گذاشت و باید یه نقشه ای کشید. نقشه چیه؟ میخوای بگی باید مثل با اصول بکشیمش؟ آه نه، منظورم این نبود. اکی زیادی هیجان زده شدم. حتی نمیتونیم واسه فرماندکیم یه پیغام بفرستیم. بیاین بریم. کجا بریم؟ سعی میکنم ایشونو متقاعد کنم. اگه نتونم امشب حتما جونمو از دست میدم. اعلی حضرت، اگه الان نیروی دریایی رو عزل کنید، نگرانم که دشمن به طرف دریای زرد پیش بره و مستقیما به سمت پایتخت جایی که شما حضور دارید لشکرکشی کنن. تنها نگرانی من اینه، هنوز 12 تا کشتی واسم مونده که میتونم باهاشون وارد نبرد شم. اگه همگی نیرو و قدرتمون رو روی هم بذاریم، مطمئنا میتونیم شکستشون بدیم. تا زمانی که نفس میکشم اونا نمیتونن. نمیتونن دوباره به کشورمون بتازن. دریا سالار، اجازه بدید یه چیزی رو بهتون بگم قربان. این جنگ در واقع خودکشیه. این خودکشیه. گرچه شما معتقدید میتونیم با فریفتن اونا رو به جزیره خونین بکشونیم و شکستشون بدیم، ولی بدون کشتی لاکمون شانس موفقیت نداریم. لطفاً دوباره به تصمیمتون فکر کنید. دریا سالار. دریا سالار. واقعا اینطوری فکر میکنی؟ اگه نمیتونین تجدید نظر کنین، پس خواهش میکنم منو بکشید. ترجیح میدم با شمشیر شما کشته بشم. اگه تو واقعا اینطوری فکر میکنی، پس بسیار خوب، امشب همه رو جلوی اردوگاه جمع کن. چشم قربان. چشم قربان. شما دو نفر چیزی که ازتون خواسته بودم و آوردین؟ بله قربان. همه را بریزید.
منتظر چی هستین ها؟ اطاعت کنید. بله قربان. بله قربان. از این طرف. بله از این طرف. خود باشید. همه رو بسوزونید. چش قربان. باعث شرمندگیه که خیلی از شماها هنوز آرزوی زنده موندن دارین. ما سربازیم، نمیتونیم و نباید از مرگ دوری کنیم. شما فکر میکنید اگه زنده بمونید، اگه از این مبارزه جون سالم به در ببرین، میتونید مخفی بشین و در امان بمونین؟ با دقت گوش کنید ببینید چی میگم. اینجا رو میسوزونم که بتونیم خارج از اینجا در حال نبرد بمیریم. دیگه جایی برای رفتن باقی نمونده، جایی برای پنهان شدن نمونده. نباید شماها از مرگ بترسین. اگر خواهان زندگی باشید، مرگ شما رو پیدا میکنه. اگه خواهان مرگ باشید، شاید بتونید زندگی رو پیدا کنین. یه ضرب المثل هست که میگه اگه یه مرد به خوبی وظیفه‌ش رو انجام بده، میتونه بر هزاران نفر غلبه کنه. فکر نمیکنید این سخن در مورد وضع حال الان ما نوشته شده؟ چطوری میخواین از این ترس استفاده کنین؟ ببینم اون پسر کاپیتان بایاس؟ بله قربان، همون کسیه که به جای ایمجون پیغام جونسا رو براتون آورده. خوشبختانه چون جونسا پیداش کرده، موفق به فرار شده. این مال پدرت بوده، قبولش میکنی؟ اسم چیه پسر؟ باعث سبونک هستم. من و پدرت 6 سال تمام شانه به شانه در این میدان جنگیدیم. تو پدرتو هیچ وقت فراموش نمی کنیم پسر، هیچ موقع. یه خواسته ای دارم. بگو ببینم. لطفا اجازه بدید به ارتشتون ملحق بشم. میخوام بهتون کمک کنم. اگه قول بدی زندگیت به خطر نمیفته، به خواستت میرسی. متشکرم، متشکرم قربان. Thank you.
مادر، امروز ممکنه آخرین روز زندگی من باشه. فقط امیدوارم که مرگم بیهوده نباشه. کارتون عالی بود. من هایی هم برای کمک اومدیم. متشکرم، حضورتون به من نیرو میده. دریا سالار، خوش اومدید. فرمانه، حمله بدین. برای حمله آماده بشید. با تمام سرعت حرکت میکنیم. حرکت میکنیم. حرکت میکنیم. Thank you.
در یک خط حرکت کنید. اون دیگه چیه؟ اون توده یه بزرگ و سیاه دیگه چیه؟ بقیه کشتی ها دارن برمیگردن. محکم پارو بزنید. سبوک، فکر کنم سوار کشتی اشتباهی شدیم. میدونستی این ناوگان اصلیه؟ منم همینو میگم. واسه چی ناوگان اصلی داره به جلو حرکت میکنه؟ با پرچمای ارتباطی بهشون میگم که برگردن. ولشون کن. ولی درگرد سلام، لنگرا رو بندازین و برای نبرد احتمالی آماده بشین. لنگرها رو به آب بندازید. چطوریه که یسونشین هنوز پرچمو بالا نبرده؟ افرادشو خوب نگاه کن. حتی اگه پرچمو بالا ببره فکر میکنی ازش اطاعت میکنن؟ اولین گردانو بفرست. اولین گردان! آماده! به سمت راست بچرخونید و توپا رو آماده کنین. توپا رو آماده کنین.
کشتی رو نگه دارید و به سمت راست بچرخونه. زود باشید. لنگره رو بالا بکشید و با جریان آب به سمت جزیره خونین برید. کشتی رو به سمت راست بچرخونید و توپا رو آماده کنید. بله قربان. قربان. تمام توپا رو به سمت خط مقدم نشونه بگیرید. توپا آماده شده. توپا رو آماده کنید. نشونه بگیرید. نشونه بگیرید. آماده شده. داره سرعت میگیره. کماندارها آماده. آلاشن میکنه. آتش. این کشتی رو به سمت چپ بچرخونی. آتش! مراقب باشید. سونچین داره به خط مقدم حمله میکنه. نظم افراد کروشیما به هم خورده قربان. میگین چیکار کنیم؟ اونا نه به جلو حرکت میکنن و نه میتونن عقب نشینی کنن. نمیدونم منتظر چیه. چطور نیروهامونو جمع کنیم و با هم حمله کنیم؟ ها نظرتون چیه قربان؟ نه دست نگه دارید، هیچ کاری نکنید. از تبیز قاهل نمیشه، میتونه رو هر دو طرف اثر بذاره، چون اونا هم هنوز به خاطر شکست قبلی از من واهمه دارن. پسرم ترس تبیز قاهل نمیشه. حالا متوجه شدم چی گفت. فقط همین؟ اینطوری میخواین از ترسشون استفاده کنی؟ اگه بتونیم یه جوری این ترس رو به جرأت تبدیل کنیم. دومین گردان رو بفرست و فشار رو بیشتر کن. گردان دوم آماده. کاروشیما داره بیشتر فشار میاره. خودش که ادعا میکنه حرفه‌ایه. باید صبر کنیم و ببینیم چی میشه. فا
فقط صبر کن و ببین، ما برنده این نبردیم، اونا رو در هم میشکنیم. جریان آب به نفع ماست. درگه سالار، جریان خیلی کشتی رو تکون میده، اینطوری نمیتونیم به هدف بزنیم. لنگره رو بالا بکشید و با جریان آب به سمت جزیره خونین برید. اطاعت میشه قربان. پرچم بالا ببریم و بهشون پیام بدیم، نمیتونیم بدون کمکشون دووم بیاریم. کاپیتان، توپا رو و توپای کوچکتر عوض کنید و برای نبرد نزدیک آماده بشید. سربازان، برای نبرد نزدیک آماده بشید.
کاروشیما برنده میشه. یسونشین آره با تمام توان تا جایی که میتونه مقاومت میکنه، ولی به نظر میرسه دیگه آخر کارشه. دریا سالار، دریا سالار، بقیه توپای روی عرشه رو ببرینشون طبقه پایین و عرشه پایینی کشتی دشمن رو هدف بگیرین. میتونین این کارو بکنین؟ اینطوری ممکنه بمیریم. فقط بگو این کارو میکنم. بله انجامش میدم. روت حساب میکنم، فهمیدی؟ رو چند تایی به کشتی هاشون شلیک کنید. باران برید از اسلحه خونه باروت و توپ بیارید. زود بشه. سبون نه خطرناکه. اینطوری از ترس استفاده میکنین؟ اگه بتونی یه جوری اون ترس رو تبدیل به جرأت و شهامت بکنی. اون وقت جرأت مصری میشه و به تک تک سربازا منتقل خواهد شد. اما پدر، چطوری میتونین وقتی اونا از ترس عقلشون رو از دست دادن ترسشون رو به جرأت تبدیل کنین؟ من باید بمیرم.
یعنی واقعا همه چی تموم شد؟ دلیلی داره که از ترک اون جزیره خودداری میکنی؟ قربان، امواج تغییر کردن و تبدیل به گرداب شدن. به خاطر همینه که طرف اونا امواج آرومه. از جایی که اونا هستن هدفگیری ما براشون راحت تره. میبینی؟ هر کی جزیره رو فتح بکنه مبارزه رو برده و جنگ ممکنه در یک چشم به هم زدن تموم بشه. قبل از اینکه کامل به اونجا برسه با سرعت به سمتش برو. قربان، این ناوگان اصلی شونه. کاپیتان بگو بیاد اینجا. بله قربان. Thank you.
دیگه مال خودمی. کاپیتان آل، باید برای سرپیچی از فرمان مجازاتت کنم، ولی چون الان درگیر جنگیم باید تمرکزمونو بر روی شکست دادن دشمن بذاریم. باید از جزیره خونین محافظت کنید. متوجه شدین؟ اطاعت میشه دریا سالار. نه خدا سوک، باید به بندر مکجونگ بریم. اطاعت میشه، بریم به سمت بندر مکجونگ. زمانبندی خوبیه قربان. انفجار خیلی بزرگی در پیشه. تلاش رقت‌انگیز ییسونشون برای فریب دادنمون موثر نیست. گروهان اصلی به دستور شما به سمت جزیره حرکت میکنند. دریا سالار، یه قایق عجیب داره به سمتمون میاد. کماندارا رو آماده کنید. اطاعت میشه. آتش! زود باشین تام بالا، حجله کنین، آنو خالی کنین. حجله کنین. چی؟ داره پیام میده که توی اون کشتی باروته. دریا سالار، تو اون کشتی پر از باروته. بله، و این جونگیون هم تو اون کشتی. علامت جواب نمیدن؟
نوبر رو تو پر آماده کنه. فرمانده، هیچ جوابی نمیدن. عزیزم، یه چیزی رو تکان بده که بتونن ما رو ببینن. نباید بذاری این کشتی به دریا سالارمون برسه. عزیزم، یه کاری کن. بیاین بهشون علامت بدیم. دریا سلام، اونجا را نگاه کنید. قایق عجیب داره به سمت گروهان اصلی میره. آماده ی آتش بشید، فهمیدی؟ بله قربان. گروهان اصلیشون دارن به سرعت بهمون نزدیک میشن. دارن به سمتمون میان، دارن میان. تانتان بارو بزنید. Thank you.
شوش این کارا تمومه. همون برای کمک رسیدن کیمورا عجله کن باید بری دنبالشون نمیتونیم بابا کشتی همون توی گرداب گیر افتادن هدف! آتش! باید درخواست نیروی کمکی کنیم هنوز نفهمیدی غیر ممکنه که
اونا به کمکمون بیان. آره جناب، لازم نیست براشون کمک بفرستی؟ یا کره‌ای هستی؟ دریاسالار، متاسفم ولی کشتی ما نمیتونه بیشتر از این دوام بیاره. میبریم.
که آرایش نظامیشون رو تشکیل بدن بریم. پس چرا تونتر حرکت نمی کنید؟ جهت انباش تغییر کرده قربان. خودم میدونم، بهشون بگو تونتر پارو بزنن. تو این موقعیت اصلی تری سراب سرعته. سرعت تنها راه پیروزیه. تصمیم بهش کی میتونیم از این کشتی لعنتی بیاییم بیرون؟ موفق شدیم. سالار، صدا گوش کنین. محاله. بهشون برخورد میکنیم. جریان چیه؟ اون میخواد خودکشی کنه. آره، لطفاً صبر کنید، خواهش میکنم. برخورد کردم. اون کشتی لاکیه، اون کشتی لاکیه، کشتی لاکیه، اون کشتی لاکیه. این همه وقت نقشش این بود؟
میکنن، دارن فرار میکنن. آتش! یسوس تلافی میکنم. بیاین برگردیم. فکر کنم امواج دوباره آروم شدن. ما 23 سرباز ژاپنی اینجا داریم. ما هم اینجا 17 تا داریم. ما هم 3 تا افسر ژاپنی و 9 تا سرباز گرفتیم. حتی اگه ژاپنیا بخوان ما رو بگیرن نمیتونن. ما خیلی کارمون خوبه. یکم از این بخور. کارمون خوبه. اون موقع را دیدیم که حساب یکی از سربازای ژاپنی رسیدم داشت خودشو خیس میکرد. من همچین آدم رو میخوام بدونم اون بچه های عوضیمون هیچ وقت میفهمن به خاطرشون چه مصیبت ها کشیدیم. اگه ندونن واقعا بی چشم رو هم. حالا که زنده و سلامتیم بیاین بریم زن و بچه همونو ببینیم. یکم هم بیخواین. آره من از تشنگی دارم میمیرم. این تورانا نیست؟ خوبه که زنده موندم و تونستم اینو بخورم. با این همه نفرتی که بینمون تنیده شده پدر، چطور به این فکر افتادین که از گرداب به عنوان سلاح استفاده کنین؟ پدر، تو الان چی گفتی؟ در مورد گرداب ازتون پرسیدم. واقعا که خیلی به موقع بود. به نظر شما اینطور نبود؟ خداوند بهمون کمک کرد. منم همینطور فکر میکنم. در غیر این صورت شرایط به ضرر ما پیش میرفت. درسته، ممکن بود. یعنی اگه به خاطر مردمی که برای نجاتم اومدن نبود. شما فکر میکنین که مردم بهمون کمک کردن؟ نه گرداب؟ نظر تو چیه؟
فکر میکنی کدومش بیشتر به معجزه شبیه؟ چیزی که اونجاست اون دیگه چه کوفتیه؟